مراسم افتتاحیه مجمع فرهنگی مؤسسات وکلا و مقلدان بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو روز شنبه گذشته در مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت شیعه در شهر مقدس کاظمین برگزار شد قرار است این مجمع در جهت سامان دادن به مهمترین امور فرهنگی اسلامی و برنامه ریزی برای گسترش حوزه فعالیت های مرجعیتی در داخل و خارج از عراق فعالیت خود را آغاز کند. سید عارف نصرالله مدیر مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت شیعه طی سخنانی در این نشست از سرامدی علمی و جهادی مرجعیت شیرازی در طول تاریخ و مهمترین ویژگی های رهبران این مرجعیت ریشهدار و اصیل صحبت کرد. وی در سخنانی در جمع اعضای مجمع فرهنگی مؤسسات وکلا و مقلدان آیت الله شیرازی گفت زمانی که ما را عضوی از مرجعیت شیرازی توصیف می کنند افتخار می کنیم. زیرا این نشان می دهد که ما پیروان جنبشی هستیم که ریشه آن تا شجره طیبه هاشمی امتداد دارد و با حوادث بزرگ جهانی و اسلامی با موزگیری های انسانی برخورد می کند. وی ادامه داد مهمترین ویژگی مرجعیت رشید ما دفاع شرافتمندانه از شریعت و شاعر مرتبط با نهزت جاودانه امام حسین علیه السلام و همچنین حرکت جهادی در جهت نفی اشغالگری بیگانگان و مبارزه با تضعیف جهانی مسلمانان و خیانت و مزدوری برای امپریالیسم است نصرالله در ادامه سخنان خود نقش مرجعیت شیرازی در انقلاب سورت الاشرین و اخراج اشغالگران انگلیسی از عراق را یادآور شد و همچنین به فتوای منع استعمال دخانیات و تحریم تنباکو در ایران و مواضع قهرمانانه بینظیر دیگر خاندان معزز شیرازی اشاره کرد